بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحیم. درس 29 از مجموعه 48 درسی آموزش ترجمه مفاهیم قرآن کریم. ابتدا عبارات متن درس رو می‌خوانیم تا آماده شیم برای فهم گام به گام و تدریج کلمات و عبارات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم بإياكم ان اتقوا الله وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وإلى آد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. نوح إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر. آخر عبارة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم. خب برای آشنایی بین به توفیق ترجمه صحیح این عبارات می‌پردازیم به جدول کلمات. کلمات آشنا قبلا خواندی، تکرار شده دیگه، ملکه شماست. ایاکم شما را، کم شما، ایاکم شما را. میگن ضمیر مفعولی است. حدود یعنی حدها و مرزها. ذنوب جنب ذنب گناهان، ذنب ذنوب گناهان. شفی یعنی واسطه شفاعت کننده. آد قوم، آد قوم حضرت هود. غافل بی خبر، غافل. قوت یعنی قدرت و نیرو. مسجد خودش، مکان، جایگاه، مکان، جا. وجوه جمع وجه، صورت ها، چهره ها. هود حضرت هود علیه السلام. یحشرون محشور میشوند، جمع میشوند. قبلا داشتیم یحشرون. یخلقون خلق میکنند، خلق یخلق و یخلقون. یقولون میگویند، مفرد چه قبلا داشتیم یقول و میگویند. و اما واژه های جدید که باید گفت بسیارش کم برای شما نیمه آشناست، ملاحظه کنید. اسألو سوال میکنم، اسألو سوال میکنم.
اوتو داده شدند، فعل مجهوله. تفرق به، دوری میکند، دوری کرد. خودو بگیرید، برگیرید. ذالکم، این، آن، اون کمش معنا نمیشه. این آن در رابطه با شما، اوتو که شما رو در ترجمه نمیاد. ظلمه، ظلم کرد. لا تتبعه، تبعیت نکنید، پیروی نکنید. نیماشنا، لا تقربو، نزدیک نشوید. نیماشنا، لیس، نیست. وصا، وصیت کرد، سفارش کرد. وصینا، وصیت کردیم، سفارش کردیم. یبین، بیان میکند، روشن میسازد. یتقون، تقوا پیشه میکنند. یحشرو، محشور شوند، جمع شوند. فعل مجهوله. یخافون، میترسند. خاف، یخافو، یخافون. یدعون، میخوانند. دعا، یدعو، یدعون. یظلمون، ظلم میکنند. یعملون، عمل میکنند. آشناس اصلا. یکسبون، کس میکنند، به دست میآورند. پس غالب این 19 کلمه غالبش آشنا و نیم آشنا بود. چند متن میخونید با مداد علامت میزنید، یک کاسی پیدا میکنه و با تکرار دیگه آمام نشین برای انجام تمرین هایی که یادگیری واژه ها رو تثبیت میکنه در ذهن شما. خاطر عزیزان هست، روش ما این بود که وقتی میخوایم تمرین ها رو انجام بدیم، اول خودم ترجمه میکنیم، بعد تثبیت میدیم ببین کدوم با ترجمه ما درسته و انتظار ما، علامت میزنیم. ملاحظه کنید، بخش الف تمرین یک، اتبعو، تبعیت کنید. اتبعو، تبعیت کنید. لا تتبعو، تبعیت نکنید. لا تقربو، نزدیک نشوید. قرب، نزدیکی. الف، پیروی کنید، درست. پیروی نکنید، درسته. نزدیک نشوید، درست. پس به چرا غلط؟ پیروی کردن، نه. اتبعو، اتبعوست. امر است، ماضی نیست. پیروی کردن غلط، پیروی نکردن غلط، نزدیک نشدن غلط. دو، لیس، نیست. وصا، وصیت کرد. وصینا، وصیت کردیم. الف، مساوی نیست. وصیت، وصیت کردیم. وصا رو نوشته وصیت، والا که فعله. پس الف غلط. ب، لیس، نیست. درست. وصیت کرد، وصیت کرد. س، یبین، بیان میکند، روشن میسازد. یتقون، تقوا پیشه میگیرند. یخافون، میترسند. حالا الف روشن شد، نه غلط. تقوا پیشه گیرید، نه امن نیست. میترسید، غلط. هر سهش غلط. ب، هر سه درست. بیان میکند، تقوا پیشه میکنند، میترسند. چهار، او تو داده شدند. یحشرو، جمع میگردند یا جمع گردند. ذالکم، آن، این. کمش ترجمه نمیشه. الف، داده شدند، درست. جمع شدند، نه. جمع میشوند. آن، به، درست. دادند، او تو داده شدند. پس الف، داده شدندش درست. جمع شوند، درست. یحشرو، جمع میشوند، جمع شوند. ذالکم، پس الف درست بود. به، دادن غلط، جمع کردن غلط. این هم درست. این آن، هر دو ذالک، هم این منو هم آن. پنج، اسألو، سوال میکنم. تفرق به، متفرق میکند. خودو بگیرید. الف، درخواست میکنم، درست. دور کرد، بله، دور کرد و میکند، هر دو درست، ماضیه. خودو بگیرید. به چرا غلطه؟ درخواست کردم، نه، مضارعه. اسألو، نسأل. دور میکند،
تفرقه ماضی هستن، تب جزو خود فعل ماضی است. خذو بگیرید، گرفتن هستش غلط. بخش به تمرین یک، کدام کلمات گزینه صحیح است؟ ملاحظه کنید، شما را، کم شما، ایاکم شما را، شفاعت کنند، یشفعو، الف کم شما، و سا وصیت کرد غلط، به ایاکم شما را، شفاعت کننده بود، با عرض معذرت، معنی شفاعت کننده، شفیع شفاعت کننده، پس به درسته، ایاکم شما را، شفیع شفاعت کننده. دو، پیروی کنید، اتبعو، درخواست میکنم، اسألو، این رو یاد گرفتیم دیگه. حالا الف ملاحظه کنید، اتبعو درست، او تو غلط، به درست، هم اتبعوش درست، هم اسألو، پس الف پاسخ دوش غلط بود. سه، نزدیک نشوید، لا تقربو، قرب نزدیکی، بگیرید، خذو، الف لا تقربو خذو، درسته، به چرا غلطه؟ لا تتبعو، پیروی نکنید، پس این غلط، خودو بگیریدش درست، پس پاسخ به غلط بود. چهار، جمع شوند، تقوا پیشه میکنن، جمع شوند، یجمعونه، یا یجمعو، تقوا پیشه میکنند، یتقونه، یحشرو یا یجمعو، هر دو درست. حشر یعنی جمع شدن، جمع شوند، درست، یتقونه، پس الف درست. به چرا غلط؟ یا خافون رو میترزن، ترسیم رو نداشتیم، یتقونه شروعش، پس بخش ابتدای به غلط بود. تمرین هرچی با تومنینه و آرامش انجام بدید، یادگیریتون بهتر میشه. چون هدف یادگیریست، نه انجام تکلیف، تأمل کنید و عجله نکنید. پنج، نیست، لیسه، دوری کرد، تفرقه، دور کرد. الف لیس نیست درست. یبینو بیان میکند، پس غلط. یبینوش غلط. به لیس نیست، تفرقه، دور کرد. متفرقه، جدا ساخت. تمرین دو، گزینه های صحیح را انتخاب کنید. الف ترجمه صحیح عبارت را علامت بزنید. یا ایها الناس، ای مردم، اعبدوا، عبادت کنید، ربکم، پروردگارتان را، الذی که، کسی که، خلقکم، خلق شما را. حال الف، ای مردم، بنده کنید خدایی را که آفرید شما را، درست، به چرا غلط؟ ای مردم، بنده کنید پروردگار، پروردگار را که آفرید شما را. رب رو خدا معنا کرده، پس خطای پاسخ یک، رب را خدا معنا کرده، حالا که پروردگار با معنا کنه و بدرست. دو، قال، گفت، یا قوم، ای قوم من، اعبدوا، عبادت کنید، اعبدوا الله، عبادت کنید خدا را، ما لکم، نیست برای شما، من اله غیره، هیچ اله جز او، هیچ معبود جز او. پاسخ را ملاحظه کنید. یک، الف، گفت، ای قوم من، بندگی کنید خدا را، نیست برای شما هیچ معبودی به جز او. کاملا درست، به چرا غلط؟ گفت ای قوم، نه ای قوم من، قومه، قومی بوده، یاش تبدیل شد به کسره. عبادت کنید پروردگارتان را، نه عبادت کنید خدا را. غلط دومش، که جز او خدایی نیست، نه مالکم من اله غیره، خطا اندر خطا. سه، ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب، و قطعا وصیت کردیم ما به کسانی که داده شدن کتاب آسمانی. الف، و قطعا سفارش کردیم کسانی را که داده شدن کتاب، درست، به چرا غلط؟ و قطعا وصیت میکنیم، نه وصیت کردیم، آن را که دارای کتابن، نه داده شدن کتاب. چهار، فاتقوا الله و اطیعونه، تقوای خدا پیشه بگیرید، اطاعت کنید مرا، فرموده انبیاست. الف، پس تقوای خدا را پیشه کنید،
و او را نه من را. الف پس غلطه چون او را گفته. ب پس تقوای خدا را پیشه کنید و اطاعت کنید مرا. ب درست. 5 اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. تقوای خدا پیشه گیرید و بگویید گفتاری محکم استوار. الف تقوای خدا را پیش کردن نه امره، پیش گیرید غلط. گفتاری راست گفتن نه بگویید، پس الف غلط. به درست قطعا تقوای خدا را پیشه کنید و بگویید گفتاری استوار. بخش به تمرین 2 کدام عبارت گزینه صحیح است؟ این راه راست من است پس پیروی کنید آن را. هادا کتاب انزلنا مبارک. نه غلطه. ب هادا صراطی مستقیما فتبعوه. ب درست. 2 این حدود خداست پس نزدیک نشوید به آن. الف ذالکم و ساکم به. نصیحت کرد به شما رو غلط. ب تلکه حدود الله. درست. فلا تقربوها پس نزدیک نشوید به آن، یعنی مرزهای تکلیف و بندگی. این کار بکنید کار نکنید، تا اینجا بیاد دیگه نرید، تا اینجا باش باشید ادمت باش نباش. 3 ای کسانی که این آورده اید تقوی خدا رو پیشه کنید. 2 عبارت. الف یا یلدن آمنو. درست. اتقوا الله. درست. به چرا غلط؟ یا ایوان ناس ای مردم. خب نه یلدن آمنه بود. او بودو نبود توش رب بکن. هر دو عبارت غلط. آخرین عبارت این چنین بیان می کند خدا آیاتش را برای مردم. ذالکم وصاکم بهی. وصیت کرد شما را نداشتیم توش. لعلکم تهتدون. اونم نداشت. پس بدرسته. کذالکه این چنین یبین الله بیان می کند توضیح می دهد خداوند آیاتش را للناس برای مردم. تمرین 3 کلمه به کلمه ترجمه می کنیم. دقت کنیم. 1 کسانی که قبل از شما بودند با امید اینکه شما تقوا پیشه کنید. 2 و به سوی قوم عاد برادرشون هود را تو پرندس فرستادی. ما لکم من اله. نیست برای شما هیچ معبودی غیرو غیر از او که خداست. افلا تتقون. آیا پس تقوا پیشه نمیگیرید؟ اینی لکم رسول امین. قطعا من برای شما فرستاده امانتدار هستم، راستگو هستم. فتقوا الله پس تقوا خدا پیشه گیرید. 5 یغفر لکم ذنوبکم. بیامرزد برای شما گناهانتان را. کلمه به کلمه پای اساس یادگیری مفاهیم در ترجمه کلمه به کلمه است، نه کمتر نه زیادتر. و ان هذا صراطی مستقیما. و قطعا این صراط من مستقیم. این ضمیری ها را بد می نیست، میگیم راه راست من. اون من رو بعد از مستقیم بیاریم بهتره. و قطعا این راه راست من است. فتبعوه پس پیرو بکنید آن را. ولا تتبعو سبل پیرو نکنید از راه های متفرق ناشناخته. 8 و ساکم بهی وصیت کرد سفارش کرد به شما شما را به آن. لعلکم دو کلمه است، به امید این که شما تتقون تقوا پیشه گیرید. 9 و این کتابی است که نازل کردیم آن را با برکت. 10 و انذر و بیم بده بهی به وسیله آن کسانی را که یخافون میترسند، نگران معادشون هستند. 11 خذو بگیرید ما آنچه را که آتاکم دادیم ما به شما به قوه با نیرومندی و جد. 12 وذکرو ما فیه متذکر بشوید آنچه در اوست. لعلکم دو کلمه است، به امیدی که شما تقوا پیشه بگیرید. آخرین عبارت لکل درجاتون مما عملو و برای تمامی هر یک، این از انسان ها، برای هر انسانی درجات و مراتبی است
ممو از آنچه که، یعنی در رابطه با آنچه که عملو انجام دادم، و لکلن و برای هر یک از انسانها درجاتون، درجات و مراتبی است. کجا؟ معاد. مما عملو نسبت به آنچه که کار انجام دادن، عمل شایسته انجام دادن. هرچه عمل بیشتر بر اساس تقوی الهی، مراتب قرب نزدیکتر. و اما تمرین چهار عباراتی را ترجمه کرده و ترجمهش ناقص، شما باید کاملش کنید. یک، و الاعاد اخاهم هودا، و فرستادیم تو پرانتز به سوی قوم عاد، اخاهم با ترجمه برادرشان هود را، یا حضرت هود را. قال گفت یا قوم، ای قوم من، ای قوم من، اعبدوا الله، بندگی کنید خدا را. دو، فاتقوا الله و اطیعونه، پس تقوای خدا پیشی بگیرید و اطاعت کنید مرا. ما اسالکم، درخواست نمی کنم از شما، کم از شما، علیه بر آن، من اجر، هیچ پاداش، من اینجا هیچ معنا میشه. سه، وقولوا قولا سدیدا، بگویید، جاش خالیش پر میکنه، قولا گفتاری محکم استوار، یغفر لکم، تا بیامرزد برای شما، ذنوبکم، گناهانتان را. چار، ولا تتبعوا السبل، پیروی نکن از راه های متفرق، فتفرق بکم، تا جدا کند شما را، ان سبیلی، از راهش. پنج، و اندر، و بیم بده، بهی به وسیله آن آورده، الذین، کسانی را که یخافون، میترسند، ان این که، یحشرو، جمع شوند، الی ربهم، به سوی پروردگارشان، که جاش خالص رو پر میکنه. آخرین تمرین ما حاصل این زحمات شما و گام به گام همینطور با تمرین ها جا افتاده معنای کلمات و عبارات. الان من اطمینان دارم که با من میتونید خوب ترجمه کنید، یا خطا ندارید یا خیلی کم. یک، ای مردم، عبادت کنید پروردگارتان را، که، یا کسی که خلق کرد شما را، و کسانی که قبل از شما بودند، لعلکم، به امیدی که شما تتقون، تقوا پیشه کنید، تتقون نست. دو، خودو بگیرید آنچه را که دادیم به شما با نیرومندی و جدیت، و یاد بیاد آورید آنچه در آن است، لعلکم، به امید این که تتقون، تقوا پیشه کنید. تلک حدود الله، این حدود الهی است، مرزهای فرامین الهی است. ولا تقربوا، نزدیک به آن نشوید. این چنین بیان می کند خداوند آیاتش را برای مردم، لعلهم، دو کلمه است، به امیدی که اونها یتقون، تقوا پیشه کنند. چار، و قطعا وصیت کردیم به کسانی که داده شدند کتاب، یعنی کتاب آسمانی، من قبلکم، قبل شما، و ایاکم، و نیز شما را وصیت کردیم، شما را، ان اتقوا الله، این که تقوا خدا پیشه گیرید. پنج، و انذر، بیم بده به وسیله آن کسانی را که میترسند، این که جمع شوند به سوی پروردگارشون روز قیامت. وعده خدا حق است، نیست برای اونها غیر از او که خداست نه ولی و سرپرستی و نه شفیع و واسطه ای، به امیدی که اونها تقوا پیشه کنند. ما وقتی که با قرآن انس میگیریم، آشنا میشیم، داریم با ادبیات قرآن، زبان عرب آشنا میشیم، گام به گام و ذره ذره، بدون که لازم باشه میره قواعد رو مفصل خونده باشه، ولی این عبارات بر اساس قواعد زبان قرآن و عربی است. شش، و این که این، یعنی این آیین، این قرآن، راه مستقیم من است،
فتبعوه، پس پیروی کنید آن را. ولا تتبعوا السبل، تبعیت نکنید، پیروی نکنید راه های متفرق را. فتفرق بکن، پس جدا میکند شما را عن سبیل، از راهش، یعنی راه راست. ذالکم وصاکم، آن است آنچه که وصیت که شما را بهی به آن، لعلکم، به امید که شما تقوا پیشه گیرید. هفت، و این کتابی است که نازل کردیم آن را مبارک، یعنی با برکت، پس پیروی کنید آن را. وتقوا، و تقوا پیشه گیرید، خدا ترس باشید، مراقب خداوند و فرامین او باشید. لعلکم، به امید این که شما ترحمون، مورد رحم قرار بگیرید. و به سوی قوم عاد فرستادیم، تو پرانتز فرستادیم به سوی قوم عاد، کرا اخاهم، برادرشان حضرت هود را. قاله، فرمود کی؟ حضرت هود. یا قومه، ای قوم من، قومی بوده شده شد قومه، ای قوم من، اعبد الله، بندگی کن خدا را، ما لکم من اله غیره، نیست برای شما هیچ معبودی جز او. افلا تتقون، آیا پس تقوا پیشه نمیگیرید؟ نو، قطعا من برای شما رسولی امین هستم، امانت دار هستم. فتقوا الله، پس تقوا خدا پیشه بگیرید. و اطیعونی، و اطاعت کنید مرا. و ما اسالکم علیه من اجر، سوال نمی کنم از شما بر آن، بر این دعوتم و اطاعتم، من اجر، هیچ پاداش. آخرین عبارت، ای کسانی که ایمان آوردید، تقوا خدا پیشه بگیرید و بگویید گفتاری محکم استوار، تا بیامرزد برای شما گناهانتان را. خب این بود حاصل حوصله شما و گام به گام فراگیری معنی کلمات و عبارات و تکرار و تکرار و تکرار اونها. بعد از تمرین ها، ما یکی زبان قرآن داریم، یه تمرین کارورزی هم الان از درس 25 خاطرتون هست اضافه کردیم، برای اینکه کلمات پرکاربردی که در روند کار موضوعی ما نیامده به کار گرفته بشه. یه مرتبه تجربه میکنم، ضرر نمیکنیم، ملاحظه کنید. یک، و میگوین آن از جانب خداست، و ما هو من عند الله، در حالی وار میگن ما به حالیه، در حالی که نیست آن از جانب خداوند. به خود میگن، میگن دین اینو میگه، دین اونو نگفته. دو، و ما ظلمهم الله، ظلم نکرد به اونها خداوند، ولکن انفسهم یظلمون، ولکن انفسهم یظلمون، ولی آنها به خودشان ظلم میکنن. سه، ولکل درجات مما عملوا، برای هر انسانی مراتبی است از آنچه متناسب با آنچه که عمل کرده. و ما ربک، نیست پروردگار تو به غافل، این به معنا نمیشه غافل بی و بی خبر، ان ما، اما، ان ما، از آنچه که یعملون، انجام میدن. چار، ای بنی آدم، خودو بگیرید، زینت کن، زینت خودتان را، عند کل مسجد، در هر مسجد، این وقت مسجد میرید تمیز نظیف بهترین لباس بپوشید، محیط اجتماعی تو دل برو باشه، شما را به طلبند، جولیده نباشید، آلوده نباشید. پنج، آنان جایگاهشون آتش است، به ما به سبب آنچه که، بارا میگم باید سببیه، به سبب آنچه که کانو یکسبون، کس میکردن، قبلا داشتیم فعل مرکب ماضی اسم کانو یکسبون، کس میکردن. شش، کسانی که میخوانند غیر خدا را، لا یخلقون شین، در حالی که خلق نمیکنن چیزی را، کسی که نقش در خلقت آفرینش نداره او شایسته پرستش نیست، بنابراین پایه‌های شرک بی مبناست، غیر معقوله، علمی نیست، عقلی نیست، منطقی نیست. تنها کسی شایسته پرستش و عبادت است که
هستی ما در گره اوست. ما رو خلق کرده، روزی میده، هدایت میکنه، انبیار میفرسته و ما رو همچنان تدارک میکنه تا معاد. آخر عبارت. کسانی که جمع میشوند بر صورتهایشون به سوی جهنم، یعنی کشیری میشوند، آنان شر و مکانند، بدترین مکان رو بهره میبرند و نصیبشون میشه. کجا؟ جهنم. زبان قرآن همونطور که فعل ماضی رو ما سیغه به سیغه، فعل به فعل، اول گفتیم کتبه، کتبو، کتبته، کتبتم، کتبتو، کتبنا. از 14 سیغه یک فعل روی 6 تا 7 تا بیشتر تکی میکردیم بر اساس فراوانش در قرآن. حالا امروز فعل مضارع میخوام بخونیم. یه نوع فعل رو خلق آفرید، یخلق و می آفریند، امر امر کرد، یعمر امر می کند، تذکر متذکر شد، یتذکر و متذکر می شود، جعل قرار داد، یجعل و قرار می دهد، رزق روزی داد، یرزق و روزی می دهد، شاء خواست، یشاء و می خواهد، عمل انجام داد، یعمل انجام می دهد. معارف قرآن هم مجموع اونجا بود که در ضمن ترجمه خدمتتون من عرض کردم. این درس تموم شد. تکرار میکنم محضرتون. عزیزانی که با این مجموع آشنا هستند، وقت گذاری میکنن، اگر بیش از این وقت ندارن، نپردن تمرین آزاد. خودتون خسته نکنید. فقط کسانی حق دارن تمرین آزاد برزان که فراغت دارن، علاقه دارن و احساس نیاز میکنن. من کلمه کلمه ترجمه میکنم که مشکلی براتون در ترجمه خودتون پیش نیاد. توجه کن به نکات ترجمه. و نیست بر و نیکی به این که به ان تعطل بیوت، بیایید وارد چه به خانه ها، من ظهور از پشت آن. کار درست نیست. ولیکن البر، ولی کار درست و نیکو، من تقا، عمل اون کسی است که تقوا پیش گرفته، و اطل بیوت من ابوابا، وارد می شود به خانه ها از درب آنها. این خودش هم نکته بدیهی است و هم یه خط کلی میده که هر مسلمان هر کاری که داره از راهش بده وارد بشه. اگه میخواد دانشمند بشه باید تحصیل رو طی کنه. اگر میخواد هنرمند بشه باید ذوقش داشته باشه و بعد راهکارا رو یاد بگیره، فوت و فن هنر رو یاد بگیره. هر کاری رو که میخواد پیش بگیره از راهش داخل بشه، یعنی مقدمات خود اون راه رو طی کنه و تقوای خدا پیش بگیرید به امیده که شما رستگار شوید. تفلحون. 2 جیتو آمدم، جیتو به آوردم، اون بهش چسبیده به آیه. و جئتکم به آیتین، آوردم برای شما معجزه ای، من ربکم، از جانب پروردگارتان. فتقوا الله، پس تقوا خدا پیش بگیرید و اطیعونه، اطاعت کنید مرا. این همون عبارت بود که تذکر دادم خدمتتون در سوره شعرا 8 مرتبه تکرار شده بود، اینجا در سوره آل عمران آمده 50 و 51. این همون عبارت، فتقوا الله و اطیعونه. پس این شعار بلند پایه متقن همه ادیان است در طول تاریخ. ان الله ربی و ربکم، قطعا خداوند پروردگار من، من پروردگار شماست، پس بندگی کنید او را، این است راه مستقیم. اطاعت خالصانه منحصران ذات حق. 3 ای کسانی که ایمان آوردید، تقوا خدا پیش بگیرید، حق تقوا داشتن آن را، و نمیرید در حالی که مگر اینکه شما مسلمان باشید، یعنی تصمیم فرامین الهی باشید. هر چه خدا فرموده اطاعت کن، هر چه امر نه کرده نزدیکش نشید. 4 به اینکه به پا بدارید نماز را، به تقوای او را پیش بگیرید، این تقوا خدا را، و او کسی است که به سوی او بازگردانده می شوید، جمع می شوید، یعنی معاد. 5 قطعا در
پی در پی بودن شب و روز و آنچه خلقت خداوند در آسمان ها و زمین حتما نشانه هاییست برای قومی که تقوا پیشی میکنند. آخر عبارت، ای کسان ایمان آوردید، لا تقدمو بین یدی الله، پیشی نگیرید پیشا پیش خداوند. لا تقدمو پیشی نگیرید، بین یدی الله یعنی پیشا پیش خداوند، جلوتر از خداوند و رسولش. و اتقوا الله، تقوا خدا پیشی بگیرید، قطعا خداوند شنوای داناست. دینداری اینه در مرز بودن، نه افراد نه تفرید. این بود درس 29 ما، به پایان رسید. با امید درسی جدید و فرصتی جدید. خدا حافظ شما. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.